عرض ادب و احترام دارم به پیشگاه شما بینندگان عزیز در هر کجای دنیا که صدا و تصویر من رو دریافت میکنید. دیوار فرهادی هستم و با چالشی دیگر میهمان خانه های شما. در این نوبت از برنامه چالش میزبان آقای ایرج مصداقی هستم تا درباره آخرین رویدادهای ایران بحث و گفتگو کنیم. آقای مصداقی درود بر شما، خیلی خوش آمدید. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مصداقی، در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی هستیم. رژیم هم اقدام کرده به دستگیری گسترده نزدیکان و بستگان جانباختگان خیزش انقلابی سال گذشته، از جمله دایی مهسا امینی. گویا رژیم احساس خطر کرده، برآورد شما چیه؟ بله، خب همینطوره. در هر صورت هر سیستم امنیتی سعی میکنه که خودش رو حفاظت کنه در مقابل خطراتی که اون رو تهدید میکنه. نظام اسلامی هم جدای از این نیست و تردیدی نباید داشت که اونها در حراس از تکرار خیزش عمومی در سالگرد و قتل رسیدن مهسا هستند. به همین دلیل چون تصور میکنن که خانواده های کسانی که جان خودشون رو از دست دادن و در واقع کسانی که آسیب دیدن، اینها خب مردم رو دعوت بکنن به خیزش. میدونیم که پدر مهسا امینی مطرح کرده، ایشون آقای امجد امینی، که از او خواستن که فراخوان ندن. طبیعی است که از دیگران همچنین درخواستهایی رو داشته باشن. دستگیری دایی مهسا که اولین کسی بود که سال گذشته اون مواضع درخشان رو اتخاذ کرد و بخشی از جنبش پس از اون، به خاطر این بود که او به درستی دست روی نقطه گذاشت که باعث خیزش عمومی شد و اینکه مهسا دختر ایرانه و اینکه او میتونه پیوند دهنده قلب‌ها در ایران باشه. خب طبیعیه که همچین پیامی وقتی از خانواده یک قربانی میاد که در اوج مظلومیت جان خودش را از دست داده، باعث تحبیب قلوب میشه و باعث این میشه که مردم به هم نزدیک بشن و باعث این میشه که یک سمپاتی نسبت به او ایجاد بشه، کما اینکه شد و ایران رو به خیزش واداشت. و بعد هم میدونیم آتش اون به سراسر دنیا کشیده شد و همه جا شعله ور شد و نام مهسا نامی جهانی شد و خیزش زن زندگی آزادی از در واقع خاکستر مهسا برخاست. این بسیار بسیار مهمه و بایستی توجه داشته باشیم که پدر مهسا همین سال همین رو مطرح میکنه و میگه مهسا دختر ایرانه و بنابراین چون دختر ایرانه، همه ایرانیان هر کجای جهان که هستن وظیفه دارن که یاد اون رو گرامی بدارن. خب میدونیم ما مهسا اولین نفر نیست که جهان خودش از دست میده، آخرین نفر هم نیست. ما در طول 40 سال گذشته عزیزان زیادی رو داشتیم که بسیار بسیار فجیع‌تر از مهسا جان خودشون رو از دست دادن، اما همیشه یه نفره، یه جاست که میتونه یه سمبول بشه برای دلایل مختلف. نه اینکه ارزشی او بیشتر از بقیه هست، میدونید، نه، جان ارزشمنده برای هر کسی و هر کسی عزیزه، ولی کن ما یک موقعیت‌های تاریخی داریم که ما هم تعیین نمی‌کنیم. شرایط گوناگونی باعث این مسئله میشه، کما اینکه خوب شده و امروز مهسا به درستی دختر ایران لقب گرفته و این رو باید بهش توجه داشت. و اتفاقا می‌دونید که باعث شد که جنبش ایران یک مرحله جلوتر بره و بسیاری از مشکلاتی که جامعه ما رو حتی در آینده میتونست تهدید بکنه، ما اینجا حل و فصلش کردیم تا حدودی، یا قدم‌های اساسی اون رو برداشتیم. و اون میدونیم که در همه جای ایران این شعار رو ما شنیدیم. بعد از این موضع‌گیری درست خانواده مهسا که میگفتن
کردستان چشم و چراغ ایران، از سنندج تا تهران، نمیدونم از سنندج تا زاهدان، یعنی همه جای ایران رو به همدیگه پیوند داد. و خب بدخواهان زیادی ما میدونیم داشتیم و بسیاری از کسانی که سعی میکردن در طول یک سال گذشته اگر ملاحظه کنید سعی زیادی داشتن که بگن مهسا نمیدونم به خاطر اینکه کرد بوده کشته شده، که خب دروغه، به خاطر اینکه دختر مظلومی بوده از کردستان اومده کشتنش، خب دروغه. میدونیم همه اون کسانی که در قتل مهسا شریک بودن، کسی که اونو متوقفش کرد، کسی که اونو بازجوییش کرد، اونایی که سوار ماشینش کردن، همشون در واقع یکی ترک بود، یکی کرد بود و یکی لور بود. و اینو هیچ ربطی هم نداره، همه جامعه ایران در نظر بگیریم، 85 میلیون، بالاخره یکی اصفهانیه، یکی بوشهریه، یکی مشهدیه، یکی تبریزیه، یکی نمیدونم زاهدانیه، یکی اهوازیه، همه اون یه جایی از ایران اومدین. در صورت این نوع اهداف به نظر من خطرناک تجزیه طلبانه پشتش بود، که خب خانواده مهسا امینی به درستی در مقابل این نوع تبلیغات عوام فریبانه ایستادن و برای همین مهسا رو تونستن جهانی کنن. ببینید مهسا اگه نه ایرانی بلکه جهانی شد و نامی جاوید شد، به خاطر موضع‌گیری درست خانوادشه. و ما بایستی از خانواده او و به خصوص از دایی او آقای در واقع صفا آقایی که امروز خبر میاد که دستگیر شدن، باید متشکر باشیم. میدونید برای اینکه این ایشون بودن که با موزگیری درستشون مهسا رو جهانی کردن و حق مهسا و مهساها رو به جا آوردن و ادا کردن حقشون رو. من از این بابت خیلی خوشحالم و از اینکه خانواده مهسا چنین خانواده هوشمندی و ایران دوستی و وطن دوست و میهن دوستی هستن خوشحالم و میبالم به اونها. یکی از در واقع ادعاهایی که رژیم میکنه اینه که مثلا با دستگیری مثلا و پیش از اتفاقات آبان 98 رو عرض میکنه، میگفتش که عامل مثلا اعتراضات دیمای 96 کانال تلگرامی تحت کنترل روح الله زم بوده. وقتی که مثلا اتفاقات آبان 98 افتاد، روح الله زم در چنگ خودشون بود، در زندان بود، اما ما شاهد اتفاقات در واقع آبان 98 بودیم. 1401 هم بسیاری از لیدرها رو دستگیر کردن، در خیابان کشتن، اما باز هم شاهد این هستیم که اعتراضات زیر پوست جامعه ادامه داره. به نظر میاد تا سرنگونی جمهوری اسلامی این راه ادامه داره. نظر شما چیه؟ کاملا درست فرمودید، اتفاقا دست روی نکته بسیار بسیار درستی گذاشتید. خب میدونید رژیم نکبت اسلامی از این نوع تبلیغات میکنه، میدونیم به خاطر این و در واقع اتفاقا روح الله زم رو قربانیش کردن. و فقط هم این رژیم نکبت اسلامی نیست، از این طرف کسانی که سعی میکنن به نوعی خودشون رو در جامعه مطرح بکنن یا با سوء استفاده هایی که میکنن بتونن نانی برای خودشون دست و پا کنن. نمونش به نظر من خانم مسیح علی نژاد هست که اتفاقا اخیراً در گفتگوی با ایرانی سرنشنال ایشون مدعی شد که روح الله زم در ایران انقلاب بپا کرد. فکرش رو بکنید، روح الله زم چه انقلابی؟ و یک آدمی که قربانی شد، فریب خورد، در دام امنیتی ها بود، از موقعی که شروع به کار کرد تا روزی که جان اون رو گرفتن و او رو قربانی در واقع خودشون کردن و او قربانی دسیسه های رژیم و خوی جنایتکارانه اونها شد، وگرنه روح الله هم چه نقشی در تحولات ایران داره؟ فکرشو بکنه، 40 و چند سال ما یک مبارزه خونین رو داریم، مردم ما در یک مبارزه خونینی شرکت دارن، حالا روح الله هم انقلاب کرده. شما برید مصاحبه رو گوش کنید و همون حرفایی که رژیم میزنه، همون حرفایی که بابتش روح الله زم رو قربانی کردن.
نه به درستی گفتیم. ببینید ما یک مبارزه داریم، این مبارزه از فردای پیروزی انقلاب یا به قدرت رسیدن نظام نکبت اسلامی ادامه داشته، به اشکال گوناگون ادامه داشته. این مبارزه خونین تو دهه 60 بوده و صدها هزار تن به خاطرش دستگیر یا قربانی شدن و بعد ده هزار نفر اعدام شدن. بعد جوخه های اعدام ما سراسری و در سالهای 60-61 داشتیم، همینجور این جوخه های اعدام ادامه داشت تا اینکه در 67 یک کشتار و قتل عام داشتیم. اومدیم جلوتر، جنبش های اجتماعی رو ما در دهه 70 داشتیم. میدونید در نمیدونم از حتی اگر یادتون باشه ما تو شیراز داشتیم، تو مشهد داشتیم، تو اسلام شهر داشتیم، توی قزوین داشتیم و در همه اینها مردم، حالا مردم به جان آمده به نوعی در مقابل نظام ایستادن. و بعد دیدیم جنبش 78 دانشجویی، جنبش نمیدونم 88، تو اینا هیچ کدوم از این آدم ها اصلا وجود خارجی نداشتن یا اصلا بخشی از خود سیستم بودن، اصلا بخشی از دستگاه بودن. و از اون طرف جنبش 96 یا 98 یا 1401 یا جنبش های بعدی که احیانا اینجا و اونجای کشور به پا خواهد خواست یا اینکه یک جنبش سراسری خواهد بود. اینه که باید یادمون باشه که جنبش ها رو افراد به پا نمی کنن. جنبش ها محصول یک سری فعل و انفعالات درونی هستند. ببینید اگر ملاحظه کرده باشید روزها یکی از مسئولان رادیو تلویزیون اعلام کرده که اگر من بودم اعترافات اجباری سپیده رشنو رو منتشر نمی کرد. خب من ده سال گذشته اتفاقا روی همین مسئله دست گذاشتم، گفتم یکی از عواملی که باعث شد وقتی مهسا به قتل رسید، وقتی اون عکسی که دو روزنامه‌نگار میدونید خب موضوع مهسا و ظلمی بر او رفته رو انعکاس دادن، اون عکس تکان دهنده رو انعکاس دادن، ببینید در این یک آتش، این یک بنزینی بود که روی آتش ریختن. این شعله وجود داشت، خاکستر زیر آتش، زیر خاکستر بود، درست بعد از موضوع سپیده رشنو بود، درست بعد از اون عکسایی بود که از تصاویر یا فیلمایی بود که خب دختر بیماری رو میکشیدن ببرنش گشت ارشاد، اینجا لبریز میشه و بعد این میاد بیرون. خود اون اعتراف اجباری سپیده رشنو جامعه رو ملتهب کرد. خب بعد قتل مهسا امینی این رو مردم رو به نقطه انفجار رسوند، جامعه رو به نقطه انفجار رسوند. خب پس برابری این دلیل، نه این که حالا ما فکر کنیم که یه موضوعی ها خلق و سایه ایجاد میشه یا یه نفری میاد و این کارا رو میکنه، نه، ما یه جامعه ایم که چهل چند ساله درش جنایت وجود داره، درش مبارزه وجود داره و مردم با سوزن کوه کندن تا به اینجا رسیده. حالا میشه ادعا کرد که با توجه به اینکه در عصر ارتباطات هستیم و در عصر شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، خب تصاویر مخابره میشه و مردم شهرهای کوچک هم به میدان میان و اعتراضات سراسری میشه، ولی این به این معنا نیستش که فرد یا افرادی در واقع در ایران انقلاب به پا کردن. این یک تلاش جمعی بوده. سپاسگزارم از توضیحاتتون. در میان صحبتاتون های مستقی به این اشاره کردید که پدر مهسا امینی گفته که مهسا دختر ایرانه، این در واقع به شکست کشاندن تلاش قبیله گرایان هست که او را دختر کردستان معرفی میکردن. به نظر میاد تلاشه اونا شکست خورده، نظرتون چیه؟ بله، وقتی که خب خانواده مهسا در مقابل این میستن، یعنی اینکه این تلاش ها شکست خورده. ببینید از همون ابتدا سعی میکردن
خب مهسا امینی، مهسا خب اسم ژینا هم داره، ولی اونا سعی کردن اصلا مهسا رو حتی نفیش کنن، هی بگن ژینا. ببینید برای اینا درسته که ژینا بسیار بسیار اسم دلنشینیه و بسیار اسم قشنگیه، ولی خب وقتی که میخوایی مهسا رو نفیش بکنید، مهسایی که دنیا شناخته شده، ببینید به خاطر همون مسائل فرقه گرایانه است، طرف فکر می‌کنه اگه بگه ژینا یه مهر کردی میزنه روش، میدونید. و از اون طرف وقتی میمدن او رو دختر کردستان یا نمیدونم دختر کرد یا همه مظلوم نماییایی که او به خاطر یه کرد مظلوم بود در ایران، چون در تهران اومده بود برای گردش گرفتن کشتنش، اینا میدونید اینا روزخونیه، اینا و دروغگوییه و حقبازیه. خب میدونین کسانی این حرفا رو میزدن که به دروغ خودشون رو نماینده مردم کردستان ایران معرفی میکردن، مردم به قول خودشون ما نماینده خلق کردیم، مردم کردیم. میدونین اینا تماما اهداف تجزیه طلبانه پشتشه، دنبال حق و حقوق مردم کرد نیستن. و بنده میگم اینجا، میگم به صراحت میگم، من به طور کامل معتقدم که بایستی حقوق مردم کردستان تأمین بشه. اونها ستم مضاعفی رو متحمل شدن، مثل بسیاری از شهروندهای دیگر ایران که ستمهای مختلفی رو متحمل شدن، ولی این فرق میکنه با یک سری اهداف به نظر من عشیرتی و قبیلگی. چون این گروه های کردی رو که ببینید، گروه های کرد ایرانی رو که ببینید، اینا غالبنشون تشکیل شدن از این سری عشایر و قبایل، و کسانی که رؤسای این احزاب یا گروه ها هستن در واقع خانها و خانزاده های قدیمی رو تشکیل میدن که اینها به دنبال تأمین منافع خودشون هستن، نه تأمین منافع مردم کرد و کردستان. شما ملاحظه کنید اگر برید در کردستان عراق، به خوبی ملاحظه میکنید که چجوری خانواده بارزانی و خانواده طالبانی و خانواده مهتدی در همونجا دست انداختن بر روی منافع، و میبینید چجوری به همدیگه حکومت موروثی تشکیل دادن. به خصوص بارزانی ها اگر نگاه کنید، چجوری خود مسعود بارزانی و بعد مسرور بارزانی و بعد نیچروان بارزانی و همینجور بارزانی ها رو که میبینید، یک سلسله بارزانی یا بارزانیه در اونجا تشکیل دادن. خب اینها نه به جمهوری معتقدن، نه، و خب جمهوری هایی هم که اینا میگن از نوع جمهوری سوریه است یا جمهوری عراق دوران صدام و امثال همه، که حکومت های یا قذافی جمهوری لیبیه که همه پسرهای خودشون رو آماده میکنن برای جانشینی خودشون، یا جمهوری کره شمالیه که همینجور از پدر بزرگ به پسر و بعد به نوه میرسه و همینجور دوباره میاد، حالا یا خواهر این میشه یا نمیدونم بچه این بزرگ میشه، میشه رهبر. یعنی یک حکومت موروثی تحت عنوان جمهوری، اینا دنبال اونن. و همین حتی گروه های کرد ایرانی که ادعای جمهوری خواهی میکنن، جمهوری اونها از نوع جمهوری فرانسه نیست، از نوع جمهوری امریکا یا جمهوری مثلا دیگر حکومت های مثل آلمان یا اینها نیستش، جمهوری هایی که ما تو دنیا میشناسیم. اینا در واقع جمهوری هایی رو ازش دم میزنن که صد بدتر از پادشاهی و اینهاست و بیشتر جمهوری های قبیلگیه. ببینید این یه موضوع. و خب اون موقع هم میدونید ادهی میمادن در مقابل شعار زن زندگی آزادی، شعار ژن ژیان آزادی رو مطرح میکرد. حالا نه این که اساساً فرقی هم بکنه، چرا اینو به زبان کردی مطرح میکردن؟ میخواستن در مقابل زبان فارسی باشه، چون اساساً اینا به دنبال این گروه ها به دنبال تجزیه ایرانن و از زبان فارسی به عنوان یک زبان پیوند دهنده مردم ایران، زبانی که در طول قرنها و قرنها پیوند دهنده آحاد مردم ایران بوده، نمیخوان استفاده کنند. وگرنه نه اینکه مهسا
کرد بوده، حالا ما بگیم ژنجیان آزادی، نه اول از که میدونم خانواده‌اش هم میگن مهسا دختر ایرانه و معلومه که حتی ما اگر در میان کردها باشیم یا بخوایم خودمون با هم صحبت کنیم، درسته خب چون یک نزدیکی و ایجاد میکنه، یه صمیمیت ایجاد میکنه، خب میگیم آقا زن ژنجیان آزادی چه مشکلی نداره، ولی شما میبینید برای مقاصد سیاسی خاص که اتفاقا تجزیه طلبان است و اتفاقا تفرقه و افکنان است و اتفاقا ضد همبستگیه و اتفاقا دشمنی با همبستگیه، این چیزها رو مطرح میکردن که بیشتر باعث تفرق میشه، جدایی میشه و به درستی خانواده مهسا امینی در مقابل اینها ایستادن و در مقابل این نوع تبلیغات ایستادن و به وظیفه ملی و میهنی خودشون عمل میکنن و اجازه نمیدن خون مهسا وسیله تجارت عده‌ای بشه و اتفاقا خون مهسا رو پاس میدارن. این مسئله مهمه و واقعا به درستترین و به بهترین شکل ممکنه در طول یک سال گذشته پاسداری کردن، نگهبانی کردن از خون عزیزشون و نذاشتن اون بی جهت و بی ثمر بر زمین ریخته بشه. این مستقی حالا که یک سال از ریزش انقلابی 1401 گذشته و آستانه سالگردش هستیم، سالگرد شروعش، میشه یک نگاه دقیقی به اون رویدادها داشت، آسیب شناسیش کرد، نقاط ضعف یا نقاط قوت ریزش انقلابی 1401 رو اگر ممکنه برشمرید برای ما؟ خب ببینید، به نظر من خیزش انقلابی 1401 یک ضعف اساسی داشت. ضعف اساسی این خیزش که از روز اول مطرح بود و مشخص بود، به نظر من موضوع رهبری اون بود و موضوع چه آلترناتیو بود. ببینید، جنبشی که دارای سر نباشه، جنبشی که دارای آلترناتیو نباشه، جنبش این با شکست مواجه میشه، حتی اگر گسترده ترین نوع جنبش باشه. و این تبلیغاتی که اگر دیده باشید اینجا و اونجا ادعی میکنن، یا الان چند سالی باب شده که جنبش ما نمیدونم یکی از نقاط مثبتش اینه که سر نداره، جنبش ما نه اینجوری نیست، یکی از نقاط منفیشه. و ما هیچ نوع هیچ انقلابی رو در دنیا نداشتیم که نیروی جایگزینش معلوم نباشه یا مشخص نباشه. یا وقتی ما میگیم مرگ بر مثلا خامنه ای، بالاخره درود بر چی؟ وقتی این مشخص نباشه، عملا سیستم دچار اون بحرانی که منجر به سرنگونی میشه نمیشه و میتونه خودشو جمع جور کنه، میتونه بار خودشو ببنده، چون هیچ چیزی مشخص نیست و حتی خارجی ها، غربی ها نمیدونن با کی گفتگو کنن، با کی مذاکره کنن، با کی معامله کنن. میدونید، چون دنیا بر اساس مذاکره و معامله است، یه واقعیتیه، به خصوص در جایی مثل ایران که از درجه اهمیت زیادی برخورداره. ببینید، یکی از نقاط مثبت جنبش 88 نسبت به جنبش 1401 داشتن سر بود. نه که من موافق موسوی هم یا من مدافع موسوی هم، نه، اساسا من بارها راجع به این مزه صحبت کردم، نوشتم، مطلب دارم، ولی بس بر سر اینه که در اون روز چرا پایه های حکومت میتونست به لرزه در بیاد؟ چرا؟ در حالی که اون جنبش مطلقاً به تعمیق، به در واقع مانند جنبش 1401 نه پیشرو بود، نه مترقی بود و نه تعمیق یافته بود. ولی چون تو اونجا معلوم بود یکی به نام میرحسین موسوی، ملت شعار دادن یا حسین میرحسین، این خطر بود. اگرچه میرحسین موسوی دارای این ظرفیت و این توانمندی نبود که بتونه از این جنبش عظیم استفاده کنه، اصل ماجرا اشکال در خود اون رهبری بود و اینکه ظرفیت نداشت و اینکه خواهان اعمال قدرت نبود. خب بیشتر سعی در مماشات با قدرت حاکم میکرد،
سعی در معامله با قدرت حاکم میکرد. میدونید در این، ولی نکته مثبتش یا قویش این بود که بالاخره یکی بود میرحسین موسوی. میدونید این خیلی مهمه. خب او به وظیفه خودش عمل نکرد. میرحسین موسوی میتونست تو همون روز اول میتونست در میدان انقلاب یا در میدان آزادی بنشینه و سیستم رو به چالش بگیره و بگه من از همه مردمی که فکر میکنن رأیشون در این انتخابات ربوده شده، من ازشون میخوام از سراسر ایران به ما بپیوندن. من نمیدونم چی میشد، ولی قطعا وضعیت اینی که شد نمیشد. یک شقه میتونست حتی دلار طلایی امام رو دوباره برپا کنه. بحثی برای این نیست، برای همین من باش مخالفم، برای همین من باش همراهی و همگامی نداشتم، برای همین من همین چیزا رو میدونم. مردم رو ناامید کردیشون با این اظهاراتی که انجام داد، یعنی مردمی که ببینید میرحسین موسوی برنامه انتخاباتیش بازگشت به دوران طلایی امام بود. این اساسا تو برنامه انتخاباتیش این چیزا رو مطرح میکرد. خب این نبود که بعدن مطرح کرد، که نه، با توجه به همه این مسائل او در رأس جنبش قرار گرفت، با توجه به همه این موضوعات در بعد از مردت رفتن در انتخابات به طور گسترده شرکت کرد، با وجود همه این مسائل ملت فکر میکردن از این طریق میتونن یک منفذی برای تنفس داشته باشن. به هر طریق با توجه به همه این مسائلی که برشمردن، اون موقع ملت فکر کردن که حالا بالاخره این بد و بدتر، ما این بد رو انتخاب میکنیم. خب و به همین دلیل تازه میمدن تو خیابون میگفتن رأی من کو واقعیه، ما که میشنیدیم، مگر اینکه بخوایم واقعیت ها رو نفی کنیم. خب ما میشنیدیم مردم میگفتن رأی من کو، یا تو اسم موسوی رو فریاد میزدن. اما مشکل اصلی این بود که او به وظیفه‌اش عمل نکرد. اگر چنین کاری میکرد، حتی تو همون چارچوب نظام نکبت اسلامی یک شکاف عظیم ایجاد میشد، چون رفسنجانی هم اون موقع به بنا به دلایل مختلف در مقابل خامنه ایستاده بود و اساسا رژیم، چون بسیاری از همون عوامل خود رژیم و در سلسله مراتب قدرت از میرحسین موسوی حمایت کرده بودند. حتی علی لاریجانی بهش تبریک گفت روز اول، خب در ساعت اولیه انتخابات، بنابراین اونم رئیس مجلس بود. پس این شقه ایجاد میشد. حالا این که چی میشد اون یه بحث دیگه است، ولی در خود اتحاد جماهیر شوروی یلسین رئیس حزب کمونیست روسیه بود و زمانی که کودتا انجام گرفت او رفت بالای تانک ایستاد و کودتا با شکست مواجه شد. یه آدم دائم الخمر، می نکنید یلسین آدم انقلابی بود و و و و تو خود سیستم بود، رئیس حزب کمونیست روسیه بود، ولی وقتی رفت بالای تانک ایستاد جای گورباچوف اون گرفت. حالا دیگه گورباچوف نمیتونست بیاد بگه آقا من باشه کودتا علیه من شده، بعد اون موقع پس من بیام بشم رئیس دولت. نه، میبینیم گورباچوف از به زیر کشیده میشه و یلسین میشه همه کاره روسیه. ببینید این یه واقعیتیه. حالا صرف نظر از که ما یلسین رو دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم، من توصیف میکنم صحنه رو. در 1401 ما دارای چنین وضعیتی نبودیم و میدیدیم که متاسفانه رسانه ها، به خصوص رسانه هایی که پوشش وسیعی هم داشتن، دنبال ساختن رهبر بودن. حامد اسماعیلی رو بکنن رهبر اجتماعی و مدنی، یا مسیح علی نشاط، یا نمیدونم نازنین بنیادی. واقعا خنده داره اینا. حالا نازنین بنیادی باز کمتر، بیشتر نیروی پشتیبان بود، خودش هم شده بود بوخچی مسیح علی نژاد. ولی نکته عجیبش اینه، نگاه کنید، خود اینا باورشون شده بود که خبریه، اونا هم بادشون کرده بودن. ببینید رهبره که نمیشه ساخت، که رهبر بایستی دارای یک جایگاهی یا ویژگی هایی باشه، کسی نمیتونه بسازه. اگر حالا مثلا رسانه های اون موقع بودن، یا یه مجری فکر میکرد رهبر میسازه،
خب اینا اصلا به سازوکار سیاست یا مبارزه اصلا آشنایی ندارن. اینا از بعد روزگار یهو افتاده شدن مثلا نمیدونم ژورنالیست و بعد بلندگو دست گرفتن توی رسانه ها. نه خیلی اینجوری نیست. امریکا با همه قدرتش نتونست توی عراق 165 هزار نیرو برد توی عراق، نتونست یه دونه رهبر یا آلترناتیو بسازه، نشد. این همه پول خرج کرد، این همه قدرت، این همه امکان، این همه وسایلی که در اختیارش بود نتونست. آمریکا همین الان 60 خورده ای ساله، نمیتونه یه رهبر بسازه توی کوبا. کوبا زیر گوششه، شب به تخت پاره به چسبید، صبح تو کوبایید. ببینید این همه کوبایی صاحب قدرت هستن در امریکا، نمیتونه. کوبایی تو سیاست خارجی امریکا، تو سیاست داخلی امریکا تعیین کنندن خودشون، مثل روبیو کاندید ریاست جمهوری میشن، سناتوره، وزنه های قدرتمند هستن در امریکا، ولی نمیتونن تو کشور خودشون کاری بکنن چون نمیشه ساخت. ملاحظه میکنید؟ نمیشه ساخت. تو ونزوئلا آمریکا نتونست بسازه، شکست خوردن. خوان گوایدو چقدر 50 بله. کشور رو به رسمیت شناختن بله. 50 کشور و میلیاردها دلار پول در اختیارش بود. بعد از خودش رئیس مجلس بود، تو خود اون کشورم بود. بعد شما فکر کنید دوتا رسانه فکر میکنن میتونن با دوتا تبلیغات و نمیدونم یه سری هیاهو و جنجال مسیح علی نژاد رو بکنن رهبر، یا نمیدونم حامد اسماعیلی رو بکنن رهبر. و متاسفانه اونا هم باورشون میشه، یعنی ظرفیت خودشون رو نمیشناسن، جایگاه خودشون رو نمیشناسن. و خب میدونید مشکل جامعه ما این بود و به غلط عده‌ای تصور کردن برن در نمیدونم اون منشور مهسا و نمیدونم نشست جورج تاون اونجا و یک جمعی رو تشکیل بدن و بتونن مثلا رهبرسازی کنن. شما فکر کنید آقای کریم سجادپور که قبلا هم ایشون ارتباطی به بسیاری از چهره‌های نایاک داشتن و اینها، مثلا ایشون بشه رهبرساز، جریانساز. خب نمیشه. ببینید ای کاش میشد. من هیچ کدوم از این چهره‌ها رو در مجموع بدتر از خامنه‌ای که نمیشناسم، هر کدوم اینا از اگر میتونستن بیان جایگزین خامنه‌ای بشن، خب من با تمام وجود ازشون حمایت میکنم، علی‌رغم تمام مخالفت هایی که باشون دارم، چون برای من برکناری رژیم نکبت اسلامی مهمترین موضوعه. و من فکر میکنم خامنه‌ای بدترین گزینه است برای ما، برای کشور ما، و داره ایران نابود میشه. پس من با هیچ کدوم از اینا مشکلی برای اینکه جایگزین خامنه‌ای بشن ندارم. اینو بهتون بگم، مشکل اونجاست که اینها به نوعی با حرکات نادرستشون، با ادعاهای نادرستشون، اینا سد راه میشن و مانع میشن، اما مانع تحقق اون داستان میشن. شما نگاه کنید خامنه‌ای آدمی بسیار بسیار تودار، در کلامش مواظبه که بیگدار به آب نزنه و سخنرانه. اینو به تو میگم، این ویژگی های خامنه ای. ولی تو جنبش 1401 به صراحت به گونه ای مسیح علی نژاد رو خود خامنه ای براش نوعی تبلیغ میکنه. چرا فکر میکنید؟ مسیح علی نژاد یا امثال مسیح علی نژاد به خودشون قره میشن، فکر میکنن که آدیدی خامنه ای هم منظورش ما این، یا از ما اسم برده یا تلویحا گفته و یا اشاره کرده. اینا فکر اینا باورشون میشه چون واقعیت ها رو نمیگیرن. نه، خامنه ای میدونه و دستگاه امنیتی میدونه مسیح علی نژاد ایشون در جامعه ایران چقدر رأی منفی داره و در بخشهایی تا کجا مردم با ایشون زاویه دارن و حتی مخالف جدی هم. خامنه ای برای اینکه زهر جنبش رو بگیره آدرس اونو میده، چون میدونه و این به نفعش تموم میشه. ببینید من یه مثال دیگه میذارم که خیلی ساده تر باشه و قابل فهم تر.
شما برید تبلیغات رژیم، تبلیغات خانواده حمید نوری رو ببینید بر سر دستگیری او، تشکیل پرونده او و اونچه که باعث شده حمید نوری تا اینجا به ابد محکوم بشه و جریان رسیدگی به پرونده. خب دائما اینا میگن منافقین کردن، منافقین بعد پرچمای سازمان مجاهدین رو نشون میدن، پرچمای عکس مسعود و مریم رجوی رو نشون میدن و آدرس غلط. خب خیلی طبیعیه که حمید نوری در واقع با اقدامات اتفاقا مخالفین، منتقدین و دشمنان رجوی که یکیش بنده هستم تشکیل شده، پیش اومده، تا اینجا هم اداره شده. هیچ ربطی به این فرقه نداشته. از روز اول فرقه رجوی دشمن این پرونده بوده. از ساعت اول ادعا می کردن که حمید نوری رو خود دستگاه امنیتی گرفتتش. خب حالا شما فکرشو بکنید، همه چیز روشنه، فیلمای ما که روشنه، از نحوه چگونگی دستگیریش روشنه، برای دادگاه روشنه، دادستانات اینو کاملا میدونن و در رسانه ها اومده، خانواده حمید نوری هم دقیقا اشاره میکنن بهش. خب چرا آدرس غلط میدن؟ چرا میگن منافقین اینو دستگیرش کردن؟ چرا میگن منافقین تو دادگاه و اینا که میدونن این حقیقت نداره. اتفاقا حمید نوری توی دادگاه بارها و بارها با صدای بلند میگه، داد میزنه، تو که فرخواستش تو دفاعیاتش گفته، حتی در حاشیه دادگاه داد میزنه، کنت لوئیس داد میزنه به وکیل مجاهدی، بیا با هم وحدت کنیم علیه ایرج مستاقی. اصلا به صراحت میگه، در حضور همه هم میگه. ببینید بنابراین خود حمید نوری هم در دفاعیاتش گفته، درست؟ نگاه کنید، بنابراین چرا میانی تبلیغات رو میکنن؟ برای اینکه میدونن فرقه رجوی تا کجا تو ایران بدنامه، مورد نفرت عمومیه، آرای منفیش چقدر بالاست. میان همه چی رو سوق میدن به فرقه رجوی که دادگاه حمید نوری رو ازش سلب، در افکار عمومی مردم ایران سلب حمایت کنن. به نوعی این داستان در ارتباط با این آدمایی هم که مطرح بودن، مثلا یه تربیه خامنه ای اشاره میکرد به مسیح علی نژاد و اینا، به خاطر همین آرای منفی ایشونه، به خاطر همین مخالفت های عمومی با این هاست. ولی خب اینا عوضی، مثلا فرقه رجوی میگه دیدید خود رژیم داره میگه ما دستگیر کردیم، رژیم داره میگه ما پشت پرونده بودیم، خود خانوادهش دارن میگن، دستگاه قضایی داره میگه. همین داستانایی است که از اون طرف هم ما داریم. بله، در مورد رسانه ها صحبت کردید و رسانه هایی که قصد داشتن رهبرسازی کنن، یکی از برنامه هایی که خیلی در این میان نقش داشت، تهیه کنندش و مجریش مجبور به استعفا شدن یا اخراج شدن. حالا این هم نتایج رهبرسازی این رسانه ها. در مورد حمید نوری صحبت کردید، بیش از 500 روز گویا رژیم اقدام به دستگیری یک دیپلمات اتحادیه اروپا کرده اهل سوئد، اما خبرش تازه منتشر شد. این یک پیامی هم برای ما ایرانی‌ها داره که اتحادیه اروپا که حتی در اعلام خبر بازداشت یکی از دیپلمات‌های خودش در واقع لاپوشانی می‌کنه، چطور می‌تونه از ما حمایت کنه؟ یا توافق شفاهی که میان بایدن و رژیم اسلامی رخ داده در ازای فروش نفت، سرعت انباشت مواد هسته‌ای غنی شده 60% رو کاهش دادن، اینها یک پیام روشن به ماست که ما جز خودمون هیچ تکیگاهی نداریم. نظر شما چیه؟ بله، خب همینطوره. من از روزی که ایشون دستگیر شدن روی مسئله تاکید کردم، از سال گذشته تاکید کردم که فرد دستگیر، حتی من اسم ایشون رو نمیدونستم ولی اطلاعاتی داشتیم مبنی بر اینکه ایشون بسیار آدم مهمی هست، برای سوئد مهمه، و من حتی تاکید کردم ایشون و دو نفر دیگه در مهمانی سفارت سوئد در تهران شرکت داشتن و بعد که اومدن روز بعدش اون دو نفر رو کارشون نداشتن ولی ایشون رو دستگیر کردن. نظر به اهمیت این فرد و نقش مهمی که داره در اتحادیه اروپا و اهمیتی که برای دولت سوئد داره، ایشون در آوریل سال گذشته دستگیر شدن. من همون موقع این مسئله رو تاکید کردم روش و بعدها هم دوباره تاکید کردم و گفتم که
چون همه به یه سری گروگان ها مثلا از آقای احمد رضا جلالی و اینها اشاره میکرد، گفتم نه اونا اصلا مهم نیستن، نه اینکه حالا خودشون مهم نباشن، اما کیس های مهمی نیستن و برای معامله. و خب این فرد که دستگیر شده، که البته من تا همین چند روز گذشته اسمشون رو نمیدونستم، ایشون بسیار بسیار مهمتره و تعیین کننده تره. اساسا به همین دلیل هم میدونیم اتحادیه اروپا نام ایشون رو فاش نکرده بود و حالا تازه اسمش رو مطرح کرده و ایشون در همون کادر یا سیستمی که آقای جوزف بورل اداره میکنه فعالیت میکرده. موضوع فقط به درستی همینجور که گفتید ربطی به سوئدیا نداره، بلکه به اتحادیه اروپا داره. درسته ایشون شهروند سوئدی است، ولی در اتحادیه اروپا ایشون فعال بوده و سکوت اتحادیه اروپا و اینکه اعتراض نکردن و اینا بیانگر اینه که اتحادیه اروپا یک سیاست درست و متوازنی در ارتباط با نظام نکبت اسلامی نداره. خیلی واضحه که اینها به دنبال معاملن، خیلی واضحه که اینها به دنبال باج دادن هستن. رژیم نکبت اسلامی هم این رو میدونه و جای تأسفه که این ایشون بعد از هشدار وزارت خارجه سوئد مبنی برای اینکه سوئدیا به ایران سفر نکنن، ایشون سفر کرده. الان رغم این که این آدم دیپلمات بوده، ولی چون در مأموریت رسمی نبوده دیپلمات محسوب نشده و دستگیر شده. و ما بایستی سیاست رژیم رو محکوم کنیم و اجازه این رو ندیم که این معامله صورت بگیره، اگرچه که خب ما نمیتونیم نتایج رو در آخر سر ما رقم بزنیم، ولی ما میتونیم تلاش خودمون رو بکنیم و ما میتونیم از این سیاست جلوگیری کنیم، اونو به تعویق بیاندازیم یا رسوا بکنیم یا هزینه های بسیار زیادی رو تحمیل بکنیم بهشون. و این رو هم تاکید بکنم باز که در واقع برای رژیم نکبت اسلامی معامله و معاوضه چندان مهم نیست. مسئله اصلی تبرئه حمید نوریست. چرا؟ چون که درش موفقیتی نخواهند داشت. چرا؟ ببینید عرضم اینه، به علت این که پرونده حمید نوری پرونده بسیار بسیار مهمیه، با آزادی احتمالی یا با معاوضه احتمالی و معاملهی که میکنن تمام نمیشه، بلکه این پرونده بازیه. متهمان دیگه مثل حسین علی نیری یا رئیسی، رئیس جمهور رژیم، یا پور محمدی، ناصریان و همه اونایی که اسمشون توی پرونده برده شده، چنین متهمانی را هم داره. اینا به محض اینکه پاشون رو بیرون بذارن از ایران و به نقاطی برن، به جایی برن که قوانین مربوط به اصل صلاحیت جهانی در اونجا حاکم باشه، اینا رو میتونن دستگیر کنن و میکنن. اتفاقا ماه گذشته اگر یادتون باشه، از ماه جولای تا ماه آگوست تبلیغات جنجالی و دروغینی رو عده‌ای برای مطرح شدن خودشون اینجا و اونجا در رسانه‌ها طرح می‌کردن، مبنی بر اینکه نه حسین علی نیری به آلمان اومده و نمی‌دونم در بیمارستان سمیعیه و یه مشتی دروغ و دغل و جنجال و هیاهو و اینها هم به پا می‌کردن. خب همون موقع من ترک کردم، خیلی آقایون خانم ها که راست میگن چرا از روز اول مراجعه نکردم به وکیل پرونده ما در پرونده حمید نوری؟ چرا به دادستان پرونده مراجعه نکردن؟ کافیست که خودشون یا وکیلشون یه تماس بگیره با دادستان و بگه که آقا متهمی که شما دارید بازجویش میکنید، ایشون الان در فلان جاست، خواهشن شما به وظایف قانونیتون عمل کنید. ببینید دو خطنامه میتونست دادستان پرونده حکم دستگیریه
نیری احتمالی رو بده. خب اینا چون از اول خودشون میدونستن دروغه، دارن هیاهو میکنن، سر قبر گریه میکنن که مرده درش نیست، و اساسا نیری نه تنها به خارج از کشور نیومده، نه تنها به آلمان نیومده، بلکه جرأت هم نمیکنه بیاد در این شرایط. حالا من یه موضوع خدمتتون بگم، بعد هم دیدیم که دولت آلمان رسما اعلام کرد دستگاه قضاییش که آقا اینا دروغه، اینا حقیقت نداره، اومدن پیش ما یه پرونده هم باز کردن، ما تحقیق کردیم و متوجه شدیم که چنین چیزی حقیقت نداره و پرونده رو هم بستیم، تموم شده رفت. ولی باز اینا که از در واقع هیاهو دست برداشتن و از جنجال و اینها تا مجبور شدن که الان سکوت کردن. ولی نکته اساسیش اینه، هفته گذشته وکلای حمید نوری تر کردن که خواهان شهادت قاضی یعنی پور محمدی و که اون موقع حالا یه موقع ایشون دادستان بوده ولی در همون پرونده حمید نوری اسمش به عنوان نماینده وزارت اطلاعات اومده، ایشون قاضی مقیسه و که همون ناصریان سابق باشه دادیار و سیروس شیخپور میخوان، ما میخواییم از اینا به عنوان شاهد در دادگاه استفاده کنیم و خب خودشون بعد مطرح کردن که دادستان ها گفتن اینا به مجرد اینکه پاشون رو بذارن به فرودگاه آلاندا دستگیر خواهند شد، برای همین شاهدین ما میترسن بیان، چون اگه بیان دستگیر میشن. البته دادستان ها به این شکل عنوان نکرده بودن، گفته بودن اگه اینا وارد فرودگاه آلاندا بشن خب باستی پاسخگوی تحقیقات که در دست هست بشن، که البته تلویحا یعنی همون اینه که میخوام این رو عرض کنم خدمتون که موضوع حمید نوری یه موضوع متفاوت از همه معاملاتیه که اینجا یا اونجا رژیم در طول 40 سال گذشته انجام داده. همینطور امیدوارم که در واقع موفق به واژگیری نشن و این محافظه یا آزادی صورت نگیره. آقای مصداقی، اخیراً شاهزاده رضا پهلوی گفته بود که اگر ما به بدنه نیروهای مسلح نگیم که بعد از جمهوری اسلامی حق حیات دارن، حق زندگی دارن، آنها تا آخرین گلوله برای جمهوری اسلامی می جنگند. ولی خب مسیح علی‌نژاد و اطرافیان و در واقع نزدیکانش اینطور تعبیر کردن که گویا رضا پهلوی میخواد توسط سپاه کودتا کنه یا چیزی شبیه به این. حدود 2-3 دقیقه فرصت داریم. نقش نیروهای مسلح چقدر مهمه در سرنگونی جمهوری اسلامی و این سخنان علی‌نژاد و اطرافیانش چه معنی میده؟ خب ببینید، اساساً مسیح علی‌نژاد یه آدم خوچیگره و جنجالیه و به خاطر اینکه خیلی هم در تنگنا قرار گرفته به خاطر مواضع فرصت طلبانش در طول 1 سال گذشته به ویژه و مسائلی که تو این رابطه مطرح شده، دنبال مفری میگرده و اینکه خودش رو مطرح کنه. خب ایشون که دروغ میگه، میدونیم که در سال 2015 خود همسر ایشون آقای کاندیس فروهر قاسم سلیمانی رو فابلوس میخونده. فابلوس یعنی فانتاستیک، میدونید در ارتباط با قاسم سلیمانی چنین تعبیری رو میکرده. اینها در سال 2017 یعنی سال 96 در همون موقعی که اون کشتار صورت گرفت، این دو نفر از روحانی حمایت میکردن. اینا که اسنادش موجوده، توی شما میتونید برید توییتاشون رو ببینید، همه اینا هست. ببینید حالا اینا آمدن کاسه دختر آش شدن. بله منم صحبتهایشون رو دیدم، با ایران اینترنشنال هم دیدم و اونجا 10 دقیقه دادن بلنگو رو دست ایشون که هر چی دلش میخواد جفنگیات به همدیگه ببافه و گویا ایشون یکتنه مبارز است و در صحنه است و اینکه باید همه رو نمیدونم مجازات کرد، ما اینجوری ما اونجوری. خب واقعا کسی قرار میشه مورد سوال قرار بگیره و مجازات قرار بگیره؟ خود ایشون و خانواده ایشون هستن، اول از همه پدر بسیجیش هست و نمیدونم فلان. اگه قرار بشه اینجوری باشه که اولین کسایی که باید تاوان بدن خود همینان. ایشون من تو اونجام دیدم به خانم مهناز افشار که نمیدونم همسر پسر یکی از معاونین
دولت احمدی نژاد بودن حمله میکنه به خاطر دیداری که داشته با شاهزاده رضا پهلوی. نکته جالب توجه اینه که خودشون ایشون یکی از نزدیکان وابستگان و همراهان صفایی فراهانی، یکی از عناصر خود این رژیم و حاکمان و قدرتمداران بوده، روابط نزدیکی با همون جلایی پور و خانواده جلایی پور داشته. خیلی عجیبه آدمای با این نوع سوابق و با این گذشته ننگین امروز مدعی میشن. ببینید اون چیزی که شاهزاده رضا پهلوی گفتن موضعی است کاملا درست، منطقی، بجا. اتفاقا این هیچ ربطی به موضوع دادخواهی نداره، هیچ ربطی به موضوع به محاکمه کشیدن جنایتکاران و کسایی که دست در خون دارن در جنایت دارن نداره. اما هوچیگرانی از نوع مسیح علی نژاد برای طرح خودشون بیان اینها رو خلط مبحث میکنن و اینها رو قاطی همدیگه میکنن. من به عنوان کسی که خودم در واقع دیگه اسمم گره خورده با این مسائل و من 5 جلد کتاب دارم فقط راجب ادارتخانه و ویرانگرانش و اساسا راجب این موضوع تحقیق کردم، کار کردم، ارائه دادم. 40 چند سال گذشته زندگیم هم روشنه و به عنوان یه همچین کسی دارم اینو مطرح میکنم. بله شاهزاده رضا پهلوی درست میگن و اتفاقا باید برای گذر از نظام نکبت اسلامی به دلایل مختلف بایست اونچه که ایشون میگن رو و در موقعیتی که ایشون هستن بایستی در ارتباط با تحبیب قلوب حرکت بکنن و بایستی خطرات رو کمتر بکنن و بتونن این نظام امنیتی و نظام نگهدارنده رژیم رو بپاشونن از هم، یا مقاومت ها رو کم کنن، یا از یک پارچگی اونها بکاهن. اینا چیزایی است که تاکتیک هایی است که باید شاهزاده رضا پهلوی بکنن. به درستی این کارو کردن و من دقیقا تایید میکنم و میگم حق بازانی از نوع خانم به نظر من مسیح علی نژاد با اون سوابق خودش و همسرش و حامیان اساسی نایاک بودن در همین چند سال پیش و اسناد مدارکش هست. خب بعد یه دفعه بیایی بشی اینجوری انقلابی، ببینید اینا همیشه با شک و تردیده و همیشه باید بدونید اونایی که دیر اومدن زود میخوان برن. سپاسگزارم مستقی، ببخشید حرفتون قطع میکنم، به پایان چالش رسیدیم. سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و حضور پیدا کردید. سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا به انتها به تماشای این نوبت از برنامه چالش نشستید. به پایان چالش رسیدیم، تا چالشی دیگر، بدرود.